حنا، خداوند نذر تو را قبول کرد و مریم را پذیرفت. پذیرفت. خداوند او و فرزند او را از شر شیاطین پناه داد. این کودک را در آغوشت بپروران تا به سن خدمت برسد. خانوم ها، این سوره آل عمران پیامبران الهی توش موندن. یه خانومی هست به نام امرأة عمران، خدا میفرماید بابا این قصه یه مثلا اینو اون درست بکنن نیست، میفرماید این خانوم باردار بود، گفت خدایا بچه‌م مال تو، مافی بطنی محرر، نظر تو مافی بطنی محرر، این بچه‌م نظر تو، خدا فرمود قبول کردم مال من. بچه رو به دنیا آورد، میخواست نذر کنه، مثلا مردی باشه، پسری باشه، بره خدمت کنه به صومعه و یا حالا عبادتگاه. گفت این که دختره که خدایا، پسر نمیشه، پسر میتونه خوب خدمت کنه. نه دیگه، ما گفتیم قبول، دخترم باشه. آقا دخترش شد حضرت مریم. الان 2/3 مردم جهان مریدشن. 2000 سال گذشته. تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتی که به من ارزانی داشتی. من نام او را چنین نهادم، مریم. یه مامان دعا کرده، خدا قبول کرده. بعد مامانه دعا رو ول نمی کنه، خدایا پس بچه هاش هم قبول کن. اونم قبول کرده، شد حضرت عیسی. ای بابا، مامانا پس شما چی کار دارید میکنی؟ مامانا پس شما چی کار دارید میکنی؟ اون وقت حضرت زکریای پیامبر، پیامبر خودش، هر موقع میاد قضا بیاره برای این بچه، میاد قضا هست انالک هازا مریم، آخه اینا از کجا میاد؟ من کی به تو قضا میده؟ خدا خودش قضا میفرسته. مریم، به من بگو این میوه ها و این غذاها از کجاست؟ اینها چه کسی اینها را برای تو می آورد؟ اینها از جانب خداست، خداوند به هر که بخواهد بی حساب عطا می کند. آقا علما ببخشن، حضرت زکریا کم آورد، هنالکه دعا زکریا، هنالکه یعنی اینجوری شد که یه دفعه حضرت زکریا دعا کرد که خدایا یه پسرم به ما بده. انقدر این دعا یه دفعه بود برای حضرت زکریا که خدا چند روز بعد صدا زد، زکریا به تو هم یه پسر میدم. حضرت زکریا برگشت گفت به من؟ من پیر مردم، خانومم نازاد، چه پسری؟ آقا مگه تو دعا نکردی؟ بله من تحت تأثیر اون حضرت مریم بودم، کشت من. آخه این چه به دختریه، قضا بهش مستقیم میاد، چه مامانی داشته ایشون؟ خب من دعای تو هم مستجاب کرد، دعای منو. آره دیگه، تو هم دلت خواست، تو دیدی دلت خواست، بی حساب عطا میکنه، بی حساب. مادرها این سوره آل عمران رو بخونید، برید کنار حرم، بی به منم پسر بده. پدرها شما بگید به من پسر بده، دختر بده، فرق نمیکنه، دختر بشه از مریم، پسر بشه از یحیی. بعد بگو آخر الزمانه به درد امام زمان بخوره. الحمدلله، مثل این که ببخشید با هم تیکه میندازم، ما وقت نگید الحمدللهش جدیه، نسلمون هم که داره نابود میشه، همینجوری پیش بریم انشالله منقرض شدیم. میگن یه روزی چه کسانی بودن به نام ایرانی، یادشون بخیر، میومدن حرم، زاد و ولد از بس نیست، لوس بازی در میارن، بعضیا قیافه میگیره برای کی؟ ازدواج نمیکنه، ازدواج که یه دونه بچه، حتی جای خودت دو تا بذار. بعد شما قرآن داری، قصه ای که افسانه باشه که برای تعریف نکردن، که پسر بخواد، دختر بخواد، بگو بله مال شما، مال شما امام رضا. بعد به سرت ببین چی میشه. یه دفعه 7-8 میلیون نفر، 20 میلیون نفر میان تشییع جنازه‌اش، بعد از اثراتی که در عالم گذاشته. نسل امام زمانی درست کن، نسل امام زمانی درست کن.
پسر بخواد، دختر بخواد، مال شما، مال شما امام رضا. بعد پسرت ببین چی میشه؟